أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله العظيم. خدمت بینندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با شما از نعمت بزرگ الهی بحر و کشتی صحبت داریم. هیچ شکی نیست که همه مخلوقات الله سبحانه و تعالی تسبیح الله تبارک و تعالی را میگویند. همه فرمان الله تبارک و تعالی را به جا می آورند. تنها انسان نیست که از الله اطاعت میکند و به الله ستایش میکند و عبادت میکند، بلکه الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی میفرماید: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و الارض. آنچه که در زمین و آسمان هست همه برای الله سبحانه و تعالی تسبیح و تحلیل میگویند. بحر یکی از مخلوقات بزرگ الله سبحانه و تعالی است، هم سبب هلاک انسان است و هم سبب نجات انسان است. هر دو نمونه اش را ما در قرآن داریم. زمانی که الله سبحانه و تعالی دستور بده که یک انسان را نجات بده، اطاعت میکند، میگوید سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت میکنیم یا الله، وسیله نجات برای انسانیت میشه. زمانی که الله دستور بده یک کسی را باید غرق بکند و از بین ببرد، هلاک بشود، همچنین فرمان الله را به جا می آورد. و اذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. الله سبحانه و تعالی بر موسی علیه السلام منت میگذارد، میگه ای موسی، این داستان رو برای پیامبر بیان میکند تا برای خود موسی هم الله گفته چنین خطابی را. موسی زمانی یادآور که شما از دریا بیرون شدید و توسط عصایت به دریا اشاره کردید، از وسط دو تکه شد یا راهی باز شد، مسیری برای نجات شما. اما و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، فرعون به خاندانش غرق شد در حالی که شما نگاه میکردید. و این قضیه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، زمانی را بیاد آور که الله سبحانه و تعالی موسی را از دریا نجات داد با پیروانش، با یارانش، اما در همون دریایی که موسی را نجات پیدا کرد، سبب نجات موسی شد، فرعون و فرعونیان در او غرق شدند. و جای دیگر الله تبارک و تعالی می فرماید و اوحینا الی ام موسی فاذا خفتی فعلیه فالقیه فی الیم، ای مادر موسی، اگر می ترسیدی از موسی که خدا اینا کرده او را از بین ببرن یا او را به قتل برسانن، او را در یک صندوق جابجا کن و در دریا بینداز. الله سبحانه و تعالی می فرماید ما او را نجات می دهیم، ما او را پس بر می گردانیم به سوی خودت، هیچ تشویش نداشته باش، الله بر این کار قادر است، هیچ شک در این قضیه نیست. یعنی به این معنا که اگر الله دستور بده انسان را غرق بکنه، از بین ببره، دریا سبب هلاکت انسان میشه، و اگر الله دستور بده سبب نجات انسان میشه. و زمانی که یونس علیه السلام در کشتی سوار است با همراهانش، زمانی که خود را در دریا می اندازد به خاطر نجات دیگران، الله سبحانه و تعالی دستور میده برای حیواناتی که در این دریا زندگی میکنن، برای ماهی بسیار بزرگ که ما برش نهنگ میگوییم، که یونس را باید سالم نگاه بکنی طوری که برش ضرری نرسد. ماهی حضرت یونس علیه السلام را طوری میبلعد که برای یونس هیچ ضرری نرسد، و یونس در اونجا در تاریکی، چند تاریکی، یکی تاریکی داخل شکم ماهی است، دیگه تاریکی قعر دریاست، سومین تاریکی تاریکی شب است، در اونجا دعا میکند لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. پروردگار اگر تو نجات ندهی، هیچ کسی قدرت نجات دادن نداره و تو پاک هستی ای پروردگار من. ابراهیم علیه السلام زمانی که در آتش می اندازن، آتش یک مخلوق است از مخلوقات الله تبارک و تعالی، الله سبحانه و تعالی می فرماید قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، ای آتش، طوری باید با ابراهیم برخورد بکنی، تعادلت حفظ بکنی که نه از شدت گرمی و نه از شدت سردی بر ابراهیم ضرری برسد. بناهن ایمان داشته باشید، یقین داشته باشید، به پروردگار اعتماد داشته باشید. خدایی که موسی را از وسط دریا راهی نجات برش پیدا کرد،
برای شما و برای سختی های شما هم راهی عبور پیدا میکند. خدایی که ابراهیم را از قعر آتش نجات داد، آن که لطفی خیش را اظهار کرد، بر خلیلش نار را گلزار کرد، او پروردگار سبب نجات شما میشه. پروردگاری که یونس را در قعر دریا در بطن ماهی فراموش نکرد، من و شما را هم هرگیز فراموش نمی کند. بنابراین برادران عزیزم، خواهران عزیزم، برای مشکلات دنیا رای حل هست، نباید مایوس شد. فإنما العسر یسرا، پشت هر سختی یک آسانی هست. پروردگار ما می فرماید یرید الله بكم اليسر، پروردگار اراده آسانی داره به بندگانش، نه اراده سختی. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در این دین برای شما هیچ سختی و مشکلی نیست و مشقتی. پس نباید انسان مایوس شد، نباید ناامید شد. ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت الله نباید مایوس شوید. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت پروردگار ناامید و مایوس نباشید. برای هر مشکل رای حلی وجود داره و انشاءالله که نجات پیدا میکنیم. مریض صحتمند میشود، مسافر پس بر میگردد، مصیبت و غمها دور میشود، همه مصیبتها به شادی تبدیل میشود. پس نباید مایوس شد و نباید فراموش کرد که الله با ماست. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، میگه از خودتان به شما نزدیکترم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتر است. هو معکم اینما کن، هر جا باشید با شما هست. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، وقت بندگانم پرسان میکنن من نزدیک هستم. ولو بندم در تیاره در آسمان باشه، در کشتی در دریا باشه، در موتر در مسیری سرک باشه، هر جایی که باشه الله هست. موفق و معید باشید. السلام علیکم.